عالم است. پس از دو روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت، زیرا خود عیسی فرموده بود نبی در دیار خود احترامی ندارد. وقتی به جلیل وارد شد مردم از او استقبال کردند، چون آنها هم در روزهای عید در اورشلیم بودند و آنچرا که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند. عیسی بار دیگر به قانای جلیل رفت، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود. یکی از ماموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد که به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. شما بدون دیدن عجایب و نشانه ها به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. ای آقا، با من بیا. پیش از آن که بچه من بمیرد. برو. پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند. پسرت زنده و تندرست است. او پرسید در چه ساعتی حالش خوب شد. دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود. پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه‌اش ایمان آوردند. این دومین معجزه‌ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد.